بحث هواپیمای اوکراینی که چه دلایلی داریم ما که این قضیه مربوطه؟ خب پس ما هدفمون اینجا این بود که عرض کنیم که احتمال سایبر اتک و احتمال رادار یا جنین یا جنگ اصطلاحا میگن فارسی، یک چیز غیر عادی نیست، احتمالش بسیار زیاده در لحظه و خطای انسانی در حقیقت مربوط به راداره. رادار خطا نمی کنه، اما رادار ممکنه که مورد جمع قرار بگیره، هک بشه، سیگنال اشتباه بهش بده و راداری که درست شده که به شما بگه دوست و دشمنت کیه، کروز و هواپیمای مسافربری کدومه، این داره میره یا داره میاد، این موازی شماست یا به شما به سمت شما داره میاد، سرعتش چیه، سرعتش بالاست، ارتفاعش کجاست، خودیه یا غیر خودیه، در سه لایه، یعنی در رادار خود تور انوان، در رادار ISF دوست و دشمن و در رادار سیستم هماهنگی کل کشور، اون اپراتور به تنهایی در یک دونه رادار خودش یا در اون اتاق سیستمی رو داره، تهدیدی رو، یک هواپیمای مسافربری خودی که داره از زمین پا میشه در فضای موازی نه سمت شما حرکت میکنه با یه شیء غول به شکل یک موشک کروزی که بسیار ابعاد باریکی داره، سرعتش فرق میکنه، زاویه‌ای که داره به سمت شما حرکت میکنه فرق میکنه و اونو اون شکلی به شما نشون میده، نه اینکه اپراتور اونو اونجوری تشخیص بده. در حقیقت رادار هواپیمای مسافربری خودی رو به شکل یک موشک کروز به شما نشون میده. اتفاقی که میفته در اون فضای حساس، اپراتور، این دیگه جمهوری اسلامی خودش سخنگوی سپاه و سیستم هواپیمایی کشور اینو اعلام کرده که سیستم های مخابراتی اون لحظه قطع بوده. این هم خودش یک مزید بر علته که چرا همچین سیستمی در اون لحظه حساس باید قطع باشه، چرا رادارهای دیگه اونو ندیدن، چرا اینا به هم اطلاع ندادن، چرا فقط اون سامانه پدافندی رو دیده، چرا اون به موافقش زنگ میزنه و نمیتونه ارتباط برقرار کنه و اون آدمی هم که اونجا نشسته مثل یک بادیگارده، وقتی یه تهدیدی اسلحه میبینه مجبوره که دفاع کنه، اگه نکنه شلیک میخوره میمیره دیگه، حالا اون لحظه با کی هماهنگ کنی، آقا این خودیه نیست و اون لحظه مجبوره که کارش اینه، وظیفه‌شه که این کار رو بکنه. توجه داشته باشید توجیه نمی‌کنیم، داریم توصیف می‌کنیم، ربطی نداره، اتفاق بسیار تلخ و ناگواریه، اما باید در جریان اون لحظه حساس جنگی باشیم و اینکه رادار داره به شما اشتباه میگه، وظیفه‌ش اینه که اونو به شما هواپیمای مسافربری نشون بده مثل هزاران دفعه در روز و در شب، اما رادار به شما میگه کروزه و سیستم رادارهای دیگه ارتباطش با شما قطعه، ارتباط شما با موافقت قطعه، احتمال چیه؟ خیلی احتمال ساده و احتمال، یعنی قوت این احتمال خیلی زیاده، با قطعیت هم صحبت نکنیم، که رادار جمع شده، سایبر اتک شده و نقطه کلیدی فرضی ما متاسفانه یا خوشبختانه به لحاظ تحقیقی، متاسفانه به لحاظ منافع ملی، اینه که در سال 2012 ویکیلیکس معروف، ایشون طبق تمام اسنادی که بسیاری از اسناد نظامی که در زمان لیک شد، درس شد و از اسناد بسیار مهمی که درس شد این بود که یک معامله‌ای بین اسرائیل و روسیه، بین نتانیاهو و پوتین اتفاق افتاده، حالا یا رسمی یا توسط عوامل حالا پشت میزی یا هر چیزی، و اون این بوده که اطلاعات و کدهای سیگنالی و کدهای دسترسی تور اموانی که روسیه به ایران داده به اسرائیل واگذار شد و دقیقا بعد از این حمله اورشلیم پست مقاله‌ای منتشر میکنه با استناد به همین اسناد ویکیلیکس که طبق اطلاعاتی که از ویکیلیکس داریم، اطلاعات و کدها و سیگنال ها و کدرمز های مربوط به تور اموان
که در اختیار ایران قرار گرفته توسط روسیه به اسرائیل داده شد. و وقتی شما کدهای یک پدافند داشته باشی در سایبر اتک و رادار زمین به شدت راحت تر میتونی کار کنی. یعنی انگار که شما اون کدش رو داری، پشت لپتاپ نشستی، وارد اون پدافند شدی از طریق اینترنت، انگار تو پشت اون پدافندی، ممکنه که اطلاعات اشتباه نشون داده باشی و وقتی کد داشته باشی حتی ممکنه که بتونی شات اتک هم بکنی. اون کد ورود به سیستم اون پدافند رو داری. این خب فاجعه است. اما ویکی‌لیکس میگه این اتفاق افتاده طبق اسنادی که منتشر شده، حالا چیزیه که هست، راست و دروغش پای خودشه، و بسیاری از خبرگزاری ها و چیزهای اسرائیلی هم اون موقع در یکی دو روز اول به این استناد کردن، اما سریعا بستن و دیگه ادامه ندادن. خب ما اگه اینا رو بیایم دست هم قرار بدیم، دور هم قرار بدیم و این اطلاعات رو در کنار هم قرار بدیم، میبینیم که این فرضیه اصلا فرضیه بعیدی نیست. شما در اون لحظه جنگی، در لحظه که عین الاسد رو زدی و بزرگ، یکی از بزرگترین افتخارات نظامی و موفقیت های نظامی تو به دست آوردی و اتاق فکر استراتژیست های آمریکا فعال شده که چیکار کنیم، یادمون نره ما در لحظاتی بودیم که من خودم اون لحظه که عین الاسد رو زدن هیچ وقت یادم نمیره 48 ساعت نخوابیدم. یعنی همه اطرافیان منتظر بودن الان چی میشه، و در اون لحظه اسرائیل که خب با آمریکا یکی هست و این گونه یک، به باور من، یک واکنش مفتزهانه، یک واکنش غیر انسانی، یک واکنش کثافت که بر اومده بارها ازش، هم در سال 69 هم الان در جنگ غزه داریم میبینیم، برخلاف گفته آقای زیبا کلام که اینا آدمای بیگناه نمیکشن، به راحتی آدمای بیگناه میکشن، و این اتفاق برای ما افتاده. یعنی این فرضیه اینه، یعنی با خود آمریکا نبوده، یعنی شما دارین آمریکا رو تبرئه میکنید اینجا که آمریکا از این کارو نمیکنه، نه، اسرائیل کرده. من تبرئه نمیکنم، من تز من اینه که حالا اینجا میتونه همکاری آمریکا و اسرائیل در لحظه باشه، چون میدونیم که اطلاعات نظامی آمریکا و اسرائیل با همه در اختیار هم قرار میگیره، چیز بعیدی نیست. از قبل ممکنه آماده داشته باشن که آقا ما این یکی از سناریوها میتونه این باشه، فکر شده باشه، در لحظه نیاز استفاده کنن. اینجوری نیست که الان تازه بشن فکر کنن خب چیکار کنیم، بزنیم یا هواپیماشون رو بزنیم. سناریوها آماده چینی شده، آقا اونجا آسیب پذیرشون اونجاست، اونجا میتونیم حمله کنیم. یعنی اینا اتاق فکرها آماده است، استراتژیست ها آماده هستن، و یکی از سناریوها میتونسته این باشه که اونها هم در حقیقت در یه واکنشی به ما نشون بدن. حالا جلوتر توضیح میدم چه اتفاقی میفته، که اونا هم پاشون به یک جنگ تمام عیار در منطقه باز نشه. نقطه کلیدی دیگه هم که اینجا وجود داره که سناریو این فرضیه منو قوی تر میکنه، اتفاقیه که دو هفته بعد در افغانستان در هرات میفته. یک هواپیمای آمریکایی حامل تجهیزات نظامی و افراد نظامی، هم سربازان آمریکایی هم چند نفر از مقامات CIA آمریکا، در هرات سقوط میکنه، منفجر میشه، از بین میره همه کشته هاش. طالبان میگه که ما زدیم، آمریکا میگه نه، سانحه طبیعی بوده، سقوط کرده. سریعا لاشه هواپیما رو جمع میکنن و سریعا پرونده این هواپیما بسته میشه. هیچ اطلاعی درباره اینکه علت حادثه هواپیمای آمریکایی CIA که در هرات مورد اصابت قرار میگیره، سقوط میکنه، هر بلایی که سرش میاد، حالا تصاویری از اصابت موشک وجود داره، اما آمریکا میگه نه، دروغه، و پرونده بسته شده و پیگیری اخبار این موضوع هم ممنوع شده. من امروز که داشتم دنبال این خبر رو می‌خواستم به روز رسانی کنم، یه خبر از اون کام شفقنا بود، یعنی من کجای افغانستان بود، نوشته بود، منتشر کرده بود که
خبرگزاری های افغانستان مجبور به سانسور شدن که دیگه این خبر رو پوشش ندهند. یعنی این رو هم من بذارم در کنار اتفاقاتی که افتاده. من فکر میکنم که این اتفاق در حقیقت واکنش اصلی این حمله به ما بوده در افغانستان، حالا چه از طریق مستقیم خودمون چه با همکاری طالبان، و این واکنش رو ما به هواپیمای یه خود پیچیده شد. پس واقعا ترامپ سر سلیمانی رو میزنه، در پاسخ بهش ایران میاد عین الاسد بزنه که شما میگی کافی نیستش، برای اینکه بخاطر سر سلیمانی در واقع عملاً اعلام جنگ به ایران و اساس قوانین بین الملل هم ایران باید کار بیشتری میکرده، ولی خب توانش نداشته. حالا توضیح میدیم چرا توانش نداشته، درسته؟ و ایران نمیتونه با آمریکا سر در نوع خودش اقدام خارق العاده ای انجام داده و نه، ولی ما اینجا نمیخوام پروپاگاندا کنم، میخوام بخوام باید در نهایت خب بالاخره قابل مقایسه هم واقعا توازن بخش نبوده و علتش هم این که بازدارندگی ایران مقابل آمریکا کامل نیست در نگاه و در روایت شما، برای اینکه آمریکا به خاطر قدرت اتمی با 5500 تا کلاهک هسته‌ای و ایران نیستش. خب برای این دعوای آمریکا و چین، دعوای آمریکا و روسیه فرق با دعوای ایران و آمریکا. این نکته از نگاه شما. ولی ایران میاد در حد خودش برای اینکه نمایش بده که آقا منم بالاخره هیچ نیستم، بالاخره عین الاسد رو میزنه که اونم در نوع خودش بالاخره از ایران در 60 و 70 و 80 و 90 بالاتره و یه چیزی که تا 5 سال پیشم توانش رو ایران نداشتش. در کنارش حالا اسرائیل آمریکا جمع میکنن، اینکه میخواستن حالا ایران هواپیمای مسافر بریش رو بزنه یا میخواستن هواپیمای جنگی ایران بیاد شما نمیدونید، درسته؟ ولی میدونید که یک جنگ الکترونیکی خیلی وسیع بر فراز ایران اتفاق میفته و رادار جمینگ اتفاق میفته و توی این جمینگ ایران هواپیمای خودش رو میزنه. اگرچه این موضوع هنوز ادعای اپوزیسیون که چرا در اون ساعت روز در اثنای جنگ در کشاکش جنگ ایران اجازه پرواز به هواپیمای مسافر بری داده رو جبران نمی‌کنه، بالاخره خود شما فرمان دارم که... براش اوکی الان بهش برسیم. در جواب شما میگید که حالا نکته کسی اینه که ایران چرا نمیگه این رو، خب اگه میگفت تبرئه میشد دیگه، اگه ایران میگفتش که آقا من خوردم به قول اون تقیه معمولی، خب من خوردم باختم بعدم باختم، خب من اومدم برم آمریکا رو بزنم، طرف اومد چه من رو بهم رکب زد، یه فنی زد که من به شکلی توقعشو نداشتم و من مردم خودم رو زدم و الانم آبروم رفته، حداقل تبرئشم. چرا ایران باید بیاد، ایرانی که بالاخره پاشم وای میسته دیگه، روسیه میدونیم بعد از الان 10 سال هنوز نپذیرفته که من مالزیایی رو زده، درسته؟ هنوز پاشو قبول نکرده در سال 2013 در اثنای جنگ اول کریمه این کارو کرده، میگه من نبودم، کی بود کی بود من نبودم، ولی ایران بلافاصله پذیرفت. حالا ادامه این بود که سپاه به شکلی این پا اون پا میکرده، اما آقای خامنه‌ای دخالت کرده و دستور داده که شما ببین راستش به مردم بگید و ما حالا بالاخره جنس دیگری از حکومت داری هستیم و بحث حالا ادعایی که میشه من نمیدونم اینا. باید میگید ایران برای اینکه در واقع بدون پاسخ هم نگذاره این رو به عنوان یک عملیات جنگی ریکوگنایز کرد و به رسمیت شناخت و پاسخ این رو هم در قالب حمله به هواپیمای جنگی آمریکا و کشتن بودن 100 خورده از سرنشینانش داد، درسته؟ و حالا نکته ای که میشه این که آمریکا به رو خودش نیاورد. پس ما اولا یک چیز اینجا داریم بر ادعای آیه بازرگان هست که تو دعواها خیلی وقت شما چک میخوای به رو خودت نمیاری، اونم به رو خودت نمیاره و اونایی که بعد بدونن فهمیدن، درسته؟ یعنی اونی که بعد بفهمه فهمیده که آقا پیام دریافت شد، درسته؟ حالا اما به من بگید که ایران چرا تو این لحظه در مورد این قضیه اطلاع رسانی نکرده؟ آیا نمیتونست خیلی بیشتر به نفع ایران شه و ایران رو به جای اینکه مردم خودشو کشته تبدیل به یک حکومت مظلوم کنه؟ نکته بسیار درستی رو اشاره کردید. من اینو یه ذره بازتر کنم بعد جواب سوالتون رو بدم. ببینید دقیقا همینه. در رقابت‌های به ویژه الگوی رقابت بین ایران و اسرائیل، الگوی رقابت بین ایران و آمریکا که طولانیه، رقابت‌های طولانیه به حوزه‌های مختلف کشیده شده. ما می‌دونیم رقابت ایران و آمریکا فقط یه جا نیست، در انواع اقسام نقاط منطقه کشیده شده، از شما پاکستان و افغانستان بگیرید تا قفقاز بگیرید تا شامات بگیرید تا خلیج فارس بگیرید تا الان باب المندب بگیرید. همونطوری که امروز می‌بینیم که بسیاری از رقابت‌های ایران و
و محور مقاومت در نقطه های مختلفی مثل باب المندب، مثل حزب الله، مثل عراق، مثل سوریه داره اتفاق میفته، در کشتیرانی اتفاق میفته، در حملات سایبری اتفاق میفته، اون بر اون ترور میکنه، اونو ترور میکنه، این شبکه واکنش ها در حوزه های مختلف همواره بین ایران و آمریکا هم بوده. این بی سابقه نیست، بارها بین ایران و آمریکا صورت گرفته که جمهوری اسلامی شاید مستقیما در همون حوزه اصل تناسب و مقابله به مصر رو نتونسته انجام بده، تواناییش رو نداشته یا نخواسته بنا به دلایل اخلاقی. بارها از ترورها من میدونم که اصلا شاید مطلوب نبوده، اجازه داده نشده که ما هم دقیقا ترور کنیم. بسیاری از ترورهای ما علیرغم اینکه توانایی شده در مقابل مشترک داشتیم، توسط حمله به پایگاه ها پاسخ داده شده یا حملات سایبری صورت گرفته. یعنی این شبکه متقابل در حوزه های دیگه اتفاق افتاده و دقیقا هم همینطوره. در این رقابت طولانی اصلا دلیل نیست که همه بفهمن که چه اتفاقی داره میفته. جوابش اونی که باید بفهمه جوابش رو میفهمه. پیامی که تو داری میرسونی اون میفهمه چه پیامی داره و تو در جوابی که میخوای بدی میخوای پیامو به طرف واقع برسونی، به علاوه که نمیخوای تنش از یه حد بیشتر بشه، به علاوه که نمیخوای این جوابها برسه به حوزه که وارد یک جنگ تمام عیار بشی، نه آمریکا مطرح بشه، نه اسرائیل مطرح بشه، نه ایران مطرح بشه. و در این حال الان خدمتتون عرض میکنم حوزه جنگ سایبری حوزه‌ایه که شما نمیتونی اثبات کنی. مثل جنگ مادی نیست که تو بگی این موشک مال فلان جا بود، مثلا اسرائیل پهپاد فلان میکنه دیگه این پهپاد ایران. تو حوزه سایبری نمیتونی بگی مثلا رد پای وجود نداره، بگی آمریکا بود، این کار آمریکا بود که ما زدیم. دو، هیچ قواعد و قوانین بین المللی براش وجود نداره که پیگیریش کنی. مثلا وقتی ترور انجام میشه، من موافق این رویکرد جمهوری اسلامی ایران نیستم که به شدت توی سازمان ملل و لایحه‌ای شکایت میبره. واسه من اینا رو موثر نمیدونم، ولی خب جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که میکنه اینه، پیگیری میکنه به این اسناد، به این برای که حقانیت خودش رو بخواد به بین الملل افکار عمومی دنیا نشون بده، اینو پیگیری میکنه. ما در حوزه جنگ سایبری اینو نداریم، هیچ قواعد و قوانین بین المللی و دادگاهی که اینا رو بخواد پیگیری کنه نداریم. نکته سوم اینه که خب اگه ادعا کنی اینو آمریکا زده و ما نزدیم، دوباره باید جواب بدیم. اگه میشه تو بگی آمریکا زد هواپیمای مسافربری منو، 176 نفر انسان بیگناه دست گل، بچه های مردم کشته شدن و من جواب نمیدم. و در اون لحظه حساس جنگی که واقعا همه دنیا منتظر بود یه لحظه، هر لحظه ممکنه وارد جنگ جهانی سوم شه، شما اون موقع من یادمه ترند توییتر ورلد وار 3 بود و بسیاری باهاش جوک درست میکردن و بسیاری از آمریکایی‌ها باهاش جوک درست میکردن، ایران بیخیال شو مثلا نزن ما رو، ترامپ بود، ما ترامپ رو به تحویل میدیم مثلا. ما قشنگ یادمه اینا رو با شوک درست میکنم، بعد واقعا نگران بودن. و شما لحظه که بخوای اینو بگی باید جواب بدی، مگه میتونی جواب ندی؟ و در اون لحظه که همه منطقه آماده باشه، تو باید انتخاب کنی که من این تنش رو میخواهم افزایش بدم، آیا توانایی ورود به یک جنگ تمام عیار با دو قدرت هسته‌ای آمریکا و اسرائیل هستم؟ آیا اقتصاد کشورم، آیا مردم کشورم آماده ورود به این جنگ هستن یا نه؟ یکی از دلایلی که من باور دارم این سردرگمی 2 روز 48 ساعت طول می‌کشه در اطلاع رسانی همینه که اولا سیستم پدافند و قوای نیروی مسلح ما نمیفهمه که چی شده. چرا؟ چون رادارهای دیگه اینو نگرفتن و فقط اون رادار اونو گرفته. زمان میبره تو بری بگی چی شد، برای چی زدی، من که ندیدم، IFF هم ندید، این همه هواپیما تو حواس ندیدن، سایبر اتک بوده یا تو واقعا اشتباه کردی. 2 شورای عالی امنیت ملی، وزارت خارجه، آقای ظریف، چیکار کنیم؟ اصلا گردن بگیریم، گردن نگیریم، وارد جنگ شیم؟
وارد جنگ نشیم. و این سردرگمی یک سردرگمیه که من نمیخوام توجیه کنم کار درستی کردن یا نکردن. من اون موقع خودم اعتقاد داشتم نباید گردن میگرفتم، دلیل نداشت بیای و خودزنی رو بکنی. حالا منطق هزینه فایده شاید داشته، میخواستن جلوگیری کنن از بدتر، میخواستن جلوگیری کنن از کشته شدن هزاران نفر دیگر بیهوده و حالا هر چیز دیگه، یه مصلحت اندیشی پشتش بوده که آدم شاید نمیخواد. من اما که اینجا بشه اضافه کرد وسط حرفتون، در واقع یه لایه دیگه جنگه دیگه. از میگم جمهوری اسلامی جنگ‌های چند جانبه و چند لایه داره میاموزه، ولی یه لایه دیگه جنگه. تو رفتی به جنگ آمریکا که نشون بدی که تو هم نوعی از بازدارندگی داری و تو هم نوعی از قدرت جبران و توازن وحشت داری و طرف از جایی زده که توقع نداشتی. درسته اگه بیای اعلامم کنی، اولین حرفش من همیشه به این فکر کردم اون موقعی که چون اون موقع این شایعه مطرح شد که این به قول من رادار جمینگ و به شکلی جنگال بوده و اینها، گفتم این بگه که ما بهش میگیم عذر بدتر از گناه، چون اون بخش از جامعه که اصلا میگه بابا تو چی با آمریکا با جنگی، تو با بری آمریکا دوست باشی برجام دوباره فلان چه اینا، میگه که خب تو که نمیتونی مقابل جنگ الکترونیک آمریکا وایسی و غلط کردی اصلا، اینو اصلا شلیک کردی. در واقع باخت باخت بود. این در واقع میگم حالا جایی که جمهوری اسلامی قرار گرفته بود جایی بود که از دو طرف آچمز بود، از دو طرف بنبست بود، باخت باخت بود. اگر میگفت من زدم، اینو مثلا توضیح بدم توی پرانتز عذرخواهی میکنم، این به لحاظ علم استراتژیک و علوم نظامی این حرف درستی نیست، ولی در افکار عمومی بله. یعنی افکار عمومی اینو متهم میکرد که پس تو حالا برای چی اصلا وارد شدی اگه نمیتونستی بگیری، و درسته، یعنی این عذر بدتر از گناه برای افکار عمومی. اما طبق علوم استراتژیک و علوم نظامی عرض کردم ما پدافندی برای حمله سایبری نداریم، یعنی آسیب پذیری. من یه کتاب ترجمه کردم ان شاءالله چند وقت دیگه میاد بیرون، یه فصلش مربوط به حمله سایبریه، میگه عرصه سایبر اتاک و عرصه سایبر وارفر عرصه شبیه به آنارشی در روابط بین الملله. معلومه چه خبره، هیچ ردیابی وجود نداره، هیچ پدافندی وجود نداره و بزرگترین دفاع در سایبر اتاک حمله است، هیچ پدافندی وجود نداره و پدافندهایی هم که درست می‌کنی در رابطه با تکنولوژی های قبلی سایبر اتاک. پدافندی که وجود داره، من پدافندی که وجود داره اینکه تو با این شوخی کنی سر شوخی رو باز کردی، بعد من دیگه میتونم جنگ، من مشروعی که با تو هر کاری خواستم بخونم. درسته. و بین ایران و آمریکا این دو طرفه نیستش. اگه ایران علیه آمریکا سایه در واقع جمع میکنه، رادار جمینگ رو انجام بده و مثلا یه هواپیما مسافر برای آمریکا رو کاری کنه خودشون به شلیک کنن، میتونه. شما میگی ایران هم میتونه این کارو کنه. درسته، خیلی کار پیچیده‌ای نیستش، ولی بعد آمریکا میگه خب من این کار رو با من کردی، حالا بیا بس بجنگ تا بجنگ. خب در واقع دستش میتونه رو دکمه اتمی بره، میتونه هر کاری خواست با ایران بکنه و اون مشروعیت هم داره. ولی چون ایران توان مقابله مشکل در واقع مساوی نداشت با آمریکا، دستش خالی بود از جبران این قضیه.